چه شغلایی رو میتونیم بلافاصله بعد از مهاجرت به انگلستان داشته باشیم برای مردا و برای خانم‌ها. توی ویدیو میخوام به این مسئله بپردازم، چون همه نمیتونن برنامه نویس باشن، همه نمیتونن برن دانشگاه، همه نمیتونن سریع مدرک بگیرن، یکی دو سه سال طول میکشه، موقعیتشون متفاوته، تنها نیست، خانواده پشتشون نیست، هر کسی نمیتونه وقت تلف بکنه. بعضی احتیاج دارن، مخصوصا اونایی که تنها مهاجرت میکنن، احتیاج دارن سریع برن سر کار و پروواید کنن، یعنی تهیه کنن برای خانوادهشون. توی این ویدیو با من همراه باشید که بهتون میگم چه کارهایی رو سریع میتونید موقتی انجام بدید تا اینکه بیزنس خودتون رو بزنید یا برید دانشگاه یا هر کاری که دلتون میخواد بکنید که حقوقتون بیشتر از اینا باشه. با من همراه باشید. خب تو انگلستان فرصت‌های شغلی زیاده. یه مثال بهتون میزنم، همیشه ما فکرشو نمی‌کردیم اونی که عکاس یا فوتوگراف یا موبایل دستش فیلمبرداری می‌کنه اینقدر الان حقوقش بالا رفته باشه، در صورتی که همینطوریه. اونی که عکاس فیلمبرداره و مثلا زمان قدیم از عروسی یا فیلمبرداری می‌کرد، الان یوتیوب چنل می‌تونه بزنه با اون حرفه‌ای که داره، با اون کارهایی که با دوربین می‌تونه انجام بده، فلان قدر میتونه پول در بیاره. خب یوتیوبری یکی از چیزایی هست که شما میتونید همه جا انجام بدید، چه داخل ایران باشید چه خارج از کشور باشید، ولی یوتیوبری همیشه سری شما رو به پول نمیرسونه و همه الان شدن یوتیوبر. من خودم یوتیوبر نمیدونم، من دوست دارم که فیلم برداری بکنم و کیف میکنم از فیلم برداری خودم و عکاسی خودم، به خاطر همینم هستش که ویدیو درست میکنم. مثلا میدونم که ویدیوهای من با همه فرق میکنه، کیفیتش اصلا کلا با خیلی ها فرق میکنه. شما میتونید ویدیوی منو با بیشتر یوتیوبرهای ایرانی مقایسه بکنید، میبینید که اصلا کیفیتش فوق العاده فرق میکنه. چون من خوشم میاد، علاقم هست، به خاطر همینم هستش که دوست دارم ویدیو درست بکنم و اینو به صورت کار نگاه نمیکنم، چون علاقمه. ولی اگه بخواید به صورت کار نگاه بکنید، زمان زیادی میبره که شما، مثل ماراتون میمونه، مثل اسپرینت نیست، زمان زیادی میبره که شما بخواید پول در بیارید ازش. ولی دارم میگم، کی فکرشو میکرد که عکاس و فیلمبردارا الان از مهارتشون بخوان به این صورت استفاده بکنن که اینقدر پول دار بشن. فوتوگرافی یا فیلمبرداری اولش شما میتونید یه دوربین خوب بگیرید، عکاسی بکنید، فیلمبرداری بکنید. لندن یکی از، یا انگلستان یکی از کشورهای خوب هستش، مخصوصا اگه تو لندن و شهرهای بزرگی مثل منچستر و برمنگام و لیورپول و لیدز و اینجور چیزا زندگی میکنید، یا حتی اسکاتلند، گلاسکو اسکاتلند خیلی قشنگه، از اینجور جاها میتونید عکس بندازید و آپلود کنید و پول در بیارید و عکساتونو میخرن، فلهی میخرن ازتون. و درسته که قیمتش کمه، ولی اگه عکس زیادی بگیرید داخل سایت هایی مثل پاند 5 یا پیکسلز اینا دانلود بکنید یا گتی آپلود بکنید، منظورمه، میتونید خیلی راحت پول در بیارید. پس عکاسی فیلمبرداری اوله. این شغل فریلنسریه، یعنی شما احتیاجی به مدرک و اینا ندارید. انگلستان یه کشوری هستش که خیلی به مخصوصا به مدارک اول خیلی اهمیت بده، ولی مدارک رو اینجوری نگاه میکنن تو این کشور که شما مثلا دانشگاه میرید، سال اول دانشگاه، سال دوم دانشگاه، سال سوم دانشگاه لیسانستون رو میگیرید و دیگه اون لیسانس باعث میشه که شما از یه نقطه شروع بکنید، مثلا نقطه برنامه نویسی. مثلا لیسانس ما رو هول داد جلو و گفت که چه ابزارهایی استفاده بکنیم، ولی دیگه الان کسی به مدارک اهمیت نمیده، مگر اینکه بخواید تو ارگانهای دولتی کار بکنید. یکی از شغلهایی که میخواستم بهتون معرفی کنم، نگهبانی یا دور سوپرویژن هست. دور سوپرویژن یعنی که حالا احتیاج نداره که حتما آدم گنده باشید، چون کار تیمه. میدونید که پلیسا هم احتیاج نداره گردن کلوف باشن، کار تیمیه. مثلا یک نفر میخوام بخوابونن زمین دستگیر کنن، کار تیمیه، دو سه نفری با هم دیگه این کار انجام میدن. الان دیگه اینجوری نیستش که من هیکلم گنده است میتونم جلوی در وایستم، اینجوری نیست. ولی یکی از این کارا نگهبانیه. تو این نقش که حالا جلوی در وای میستی توی کلاب ها و نمیدونم جاهای مختلف که تامین امنیت بکنید، مثلا دختر پسرهایی که زیر 18 سال هستن رو نباید راه بدید، چون اونا اجازه الکل خوردن ندارن. البته بعد از ساعت 7 من خودم این کار انجام دادم و این مسئولیت پذیری داره، خیلی هم پاداش بخش. مثلا
اگر بتونید توی مثلا مهمونی ها کار بکنید، مهمونی های خصوصی پارتیه، یه چیز در حدود 15 پوند در ساعت به شما میدن، و اگه بخواید مثلا 8 ساعت کار بکنید میشه مثلا 120 پوند در روز، و تا زمانی که 12000 پوند در سال، 12500 پوند در سال پول در نیاوردید شما رو تکس نمی کنن. یعنی اگه کار پارت تایم دارید داخل انگلستان شما رو تکس نمی کنن، یعنی مالیات ازتون نمیگیرن. به معنی که 12500 پوند در سال، یعنی ماهی 1000 پوند خب در سال بیشتر پول در بیارید، اون موقع شما رو تکس میکنن. اگر دو روزم بتونید تو نگهبانی کار بکنید، خود 250 پوند 240 پوند در مثلا هفته میتونید پول در بیارید. این یکی از شغلایی است که شما میتونید این کار انجام بدید. نگهبانی به چه مدرکی احتیاج داره؟ مدرکش یک کلاس 3 روزه هست. یک بعض ما الان دیگه نمیدونم چه جوریه، 300 400 پوند الان قیمتش رو نمیدونم. یک جایی باید برید که به شما آموزش بدن که جلوی در چه کارو باید انجام بدید، چه کار نباید انجام بدید. وقتی یه نفر میخواد دعوا بکنه دور و برش نگاه بکنید، مثلا دور و برش لیوان و گلاس و اینجور چیزا نباشه که بخواد بزنه تو سرتون. البته من خودم دعوا اونجا زیاد جلوش رو گرفتم به خاطر اینکه آموزش رو رفتم. مثلا کسی با من دعوا میکنه میدونم که دور و برش چیه و این کار رو انجام دادن. یک جلسه‌ای داره به نام فیزیکال اینتروینشن. فیزیکال اینتروینشن یعنی که مثلا این نفر میخواد به شما یاد میدن که حالا حتما نباید بروسلی باشید. یه نفر میخواد درو هول بده، چه جوری شما درو نگه دارید که این نتونه باز بکنه. مثلا دستتون رو باز نکنید، دستتون رو بسته نگه دارید. وقتی دست بسته باشه قدرت دست بیشتر. اینجور چیزا رو یاد میدن، چه جوری بگیرید طرفو ببرید بیرون و از اینجور چیزا. این مدرک رو که گرفتید باید این مدرک رو با یک فرم دیگه، اپلیکیشن فرم دیگه که اون موقع که من اپلای کردم 500 پوند بود، الان نمیدونم چقدر شده، باید بفرستید به وزارت کشور. وزارت کشور مدارک شما رو نگاه میکنه، اجازه کارتون رو نگاه میکنه اینا. وقتی که شما شرایطش رو داشته باشید یک کارتی به شما میده، بهش میگن بج. کارتی به شما میده که بعد وصل کنید به بازوتون و جلوی در وایسید. اون کارت یعنی شما زیر نظر پلیس هستید و اجازه دارید که طرف رو بندازید بیرون. بهش میگن اونی که ترسپس کرد و بندازید بیرون. این مدرک خیلی مهمه. یعنی شما لایسنس دارید. حالا دیدید که بعضی میگن تو آمریکا من لایسنس دارم که شلیک کنم. این هم لایسنس به شما میده که شما طرف رو بندازید بیرون با زور. یعنی با زور ریزنبل. ریزنبل یعنی زور عقلانی. یعنی نه که مش بزنید طرفو بندازید بیرون، نه، طوری طرفو بندازید بیرون که زور لازمو، حداقل زور لازمو انجام بدید که بندازیدش بیرون. اینو انجام دادید که یه بدج میفرستن. بعد بدجی که فرستادن شما میرید زیر نظر کمپانیایی که میتونن به شما کار بدن، یا حتی میتونید پرایوت کار بکنید. مثلا ایونت های ایرانی اینجا هست، مثلا موین میاد، هایده میاد، اینجور چیزا میاد. سکیوریتی یا نگهبان میگیرن، بهش میگن دور سوپروایزر. سه تا لول هست، من لول 3 بودم. بیشتری ها لول 2 میگیرن. لول 2 زیاد چیزی یاد نمیدن. لول 3 قشنگ به شما یاد میدن که حتی بتونید تنها کار بکنید، و تنها کار کردن هم واقعا چیز میخواد. اینجور چیزا داخل نگهبانی هست. حالا ما لایسنس های مختلفی داریم اینجا. مثلا بادیگاردی اسمش از کلوز پروتکشن. یه موقع هست که شما نگهبان پاساژ میخواید بشید، دیگه اون پاداشش کمتره. مثلا تو شاپینگ سنترها یا محلهای خرید سیکیوریتی دور میزنه که کسی دزدی نکنه. اینجا یک شاپینگ سنتری داره داخل انگلستان به نام وستفیلد که اونجا سیکیوریتی داره، وای میسن که اگه کسی از چیزی دزدی کرد جلوشو بگیرن. دیگه پلیس که نمیاد اینجور جاها وایسته. جایی که پلیس نمیتونه وایسته کار مهمتری داره، نگهبانا وای میستن. دور سوپروایزر داریم، کلوز پروتکشن داریم، و ویکل ایموبیلایزر داریم. ویکل ایموبیلایزر یعنی که طرف پول جریمه پارکینگشو نداده، شما باید برید از این مثلثا بزنید به چرخش، قفل زنجیر کنید که این نتونه تکون بخوره. اینم لایسنس بخواد. پس اینا کاری هست که شما میتونید انجام بده. کوالیفیکیشناش خیلی کمه، 3 روزه است، بعد اپلای میکنید برای بعد. بگم اینا بهتون، این کارا در صورتی هستش که شما اجازه اقامت حتی موقت دارید داخل انگلستان. مثلا نگهبانی زیر نظر وزارت کشور هست. شما اپلای میکنید یا سابمیت میکنید اپلیکیشنتون به وزارت کشور، وزارت کشور چک میکنه ببینه آیا شما همه چی رو دارید یا نه. پس اینو نمیتونید از زیرش قصر در برید. میدونید چی میگم؟ سومی شغل راننده اوبر هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن که راننده اوبر حقوق نداره، در حالی که راننده اوبر خیلی بالاست حقوقش، و همه فکر می‌کنن که 100 تا امتحان داره. نه، اینجوری نیست. این چرت و پرتایی که رفیقاتون میگن رو بذارید کنار. راننده اوبر اینجوریه که اول اینجا یک لایسنسی داریم زیر نظر TFL،
یعنی اونی که به قول معروف ترافیک لندن رو کنترل میکنه بهش میگن TFL، یعنی پول قطار که میدید میری زیر نظر اون، پول نمیدونم اتوبوس میدید میری زیر نظر اون، خطای اتوبوس و دوربینا رو اینجور چیزا رو اون چک میکنه. بعد از TFL شهرداری، شهرداری هر منطقه شهرداری داره. پس لندن TFL، TFL یه مقدار سخت تره. حالا شما راننده اوبر بیرون از لندن هم میتونید بشید ها. حالا من خیلی موقع میگم شهرستان، خیلی ها بهشون بر میخوره. بیرون لندن ها چی میگن؟ بیرون دیگه، بیرون لندن میگن شهرستان، شهرستان اسمش بد نیست. حالا بیرون لندن هم باشید دیگه TFL نداره، رانندگی اوبر خیلی آسون تره، ولی اونجا هم به قول معروف باید اپلای بکنید. حقوقش چقدره؟ بین 15 تا 25 پوند در ساعت اوبر. و خوبیش اینه که برای خودتون دارید کار میکنید، اپلیکیشن اوبر دارید، میتونید درخواست رو قبول کنید یا قبول نکنید. اما چه چیزایی لازم هست؟ اولا که یه ماشین برقی باید داشته باشید که کم مصرف باشه، مثل تویوتا پریوس، تسلا، اینجور چیزا. ماشین بنزینی نباید بگیرید، ماشین هایبرید باید بگیرید، یه ماشینی که کم مصرف باشه، چون مسافر زیاد سوار میکنید، وگرنه همه پولاتون رو باید بدید به بنزین. این یک. و بیمه‌تون یه مقدار گرونتر میشه چون مسافر جابجا میکنید. به چه صورت خوب دقت بکنید؟ اولا که شما باید برای TFL اپلای بکنید برای لایسنس مینیکب. یه آزمایش پزشکی از شما میگیرن که دکترتون امضا میکنه شما هیچ مشکل نداره. دوم این که مدارکتون رو میفرستید که نگاه بکنن شما 3 سال لایسنس ماشین دارید، یعنی گواهینامه ماشین 3 سال شده گرفتید، یعنی یه مقدار تجربه دارید، بالای 21 سال هستید. بعدش یه امتحان از شما میگیرن به نام توپوگرافیکال. توپوگرافیکال یعنی نقشه، خیلی امتحان مسخره ای است، برادر من انجام داده و قبول هم شده، ولی امتحانش به این صورته که بدون الان دیگه همه نویگیشن دارن، یه ویز هستش، یا نمیدونم تام تام هستش، ویز که اصلا بهتره داخل شهره. اینجوریه که شما وقتی اپلای میکنید نقشه به شما میدن که مثلا میگن از اینجا تا اونجا چجوری باید بری، باید کلیک بکنی چجوری بری و مثلا نقشه رو چجوری پیدا بکنی. همه سوالات مربوط به نقشه است. بعدش یه امتحان زبان انگلیسی داره به نام B1 که همه B1 امتحانی هستش که داخل آلمان هم هست، همه انجام میدن. 2 سال اعتبار داره. قبل از سیتیزنشیپ و پاسپورت گرفتن باید زبانتون به نحوی شده باشه که B1 بالاتر باشه. زیادم سخت نیستش. باید بتونید گلیم خودتون از آب در بیارید. امتحان B1 اینجوریه، 150 پوندم اونه. بعدش یه امتحان هلت اند سیفتی داره. هلت اند سیفتی یعنی چی؟ چجوری بجتون رو بندازید، چجوری در رو باز بکنید. مثلا یه آدم مست بود راش ندید توی ماشین، چون ممکنه تو ماشینتون بالا بیاره. نمیدونم اگر بچه رو سوار ماشین کردید ببین رنگش نپریده، ممکنه مواد جابجا بکنه، باید به پلیس بگید. نمیدونم بچه باز سوار ماشینتون نکنید. نمیدونم اونی که از این چیزا دیگه حواستون باشه داخل شهر. اینجوریه هلت اند سیفتی هم امتحانش کاری نداره، خیلی آسونه. اونم که انجام دادید پس میشه چی؟ 2 تا امتحان. البته هلت اند سیفتی رو بعد هم میتونید انجام بدید. بعد به شما یه بدج میدن، بدج میدن که دور گردنتون میتونید بندازید، به عنوان راننده تاکسی میتونید مثل ترانسپورتر کت شلوار بپوشید و رانندگیتون رو بکنید. بعد از اون وقتی ماشینتون رو گرفتید و بیمه کردید، اینجا قبل از اوبر یه چیزایی داشتن به نام مینی کپ. مینی کپ یعنی چی؟ این اول تاکسیای بلک کپ داشتیم داخل انگلستان. تاکسیای بلک کپ خیلی گرون میگیرن، یعنی تمساح پول قورت میدن. یعنی شما فقط تو ماشین بشینید میبینید که این چیز میتر داره همینجوری میچرخه و پول، ولی خیلی پروفشنالن و حتی میونبرایی که اون تاکسی بلک کبا میدونن خود نویگیشن نمیدونه، یعنی اینقدر پروفشنالن داخل لندن، ولی گرونن. این تاکسی اصلی انگلستانه، مثل تاکسی زردای نیویورک. دومیش مینی کپ بود قبل از اینکه اوبر بیاد. مینی کپ یعنی چی؟ یعنی شما آژانس خودمون، آژانس شیشه‌ای بود داخل ایران دیگه، می‌دیدید یه سری آدم تو آفیس نشستن، زنگ می‌زنن میگن بیا دنبالم ما رو برد ببر. الان اون آژانس‌ها کمتر شده و یا حتی نابود شده. چرا؟ چون اوبر اومده. قبل از اینکه شما می‌رفتید تو اوبر میومدن ماشینتون رو چک می‌کردن از نظر TFL و بعد یه بجی به ماشینتون میدادن که میچسبوندید به ماشین. نه تنها به خودتون باید لایسنس بدن، به ماشین هم باید لایسنس بدن دیگه. بعد میومدن چک می‌کردن ماشینتون خوبه، دود نمی‌کنه، نمیدونم سعی و سالمه، 2002 نیست مثلا ماشینتون. الان اونم باید انجام بدید، میان ماشینتون چک می‌کنن. بعد برای اوبر باید اپلای بکنید. وقتی برای اوبر اپلای می‌کنید یه امتحان کوچولو برای شما می‌گیرن. امتحان اونجوری نیست که برید بشین امتحان بدید، نه، یه امتحان آنلاین انجام میدن. اجومی اسمش هست، ادیومی، آنلاین انجام میدید. به قول معروف عمه منم میتونه امتحان انجام بده، خیلی آسونه. شما میتونید چت جی پی تی رو باز بکنید، سوالاشو پیست بکنید اونجا، امتحان قبول شد.
بعدش اوبر خودش میاد ماشین رو چک میکنه. اوبر میگه من ماشین زیر 2000 مثلا 13 قبول نمیکنم. خب مینیکب میگه مثلا من 2000 زیر 2000 قبول نمیکنم، ولی اوبر یه مقدار شرطش بالا میگه من زیر 2013 قبول نمیکنم. بعد که اون انجام شد اوبر اپلیکیشنش باز میشه. حالا من اپلیکیشنش رو دارم ولی اینجوری نیست که تاکسی درایور باشم و میتونم الان اینجا به شما خیلی راحت نشون بدم، چون من خیلی وقت پیش اپلیکیشنش اینجوریه. میبینید اینجا گو رو میزنید اینجا ببینید الان میگه نمیتونی آنلاین بشی و میتونید مثلا این بالا به شما میگه چقدر پول درآوردید. اینجا گو رو میزنید، نقشه مسافراتونه. پایینم مثلا میتونید چیکار بکنید. این اپی که شما میبینید برای اوبر ایته، یکی از شغلایی که میتونید انجام بدید که دو چرخه بخرید غذا ببرید برام، ولی شغل نیست که شما هیچ وقت پولدار بشید باش، چون 3-4 پوند بیشتر نمیدن. خب من آنلاین شدم، نگاه کنید الان استاپ شد. میبینید اینجوری اپلیکیشنش، میتونید بزنید هم اوبر ایت کار بکنید، اوبر ایت یا دیلیورو، یعنی چیزایی هست که شما میتونید اپلای بکنید. یه دوچرخه بیشتر نمیخواد، با دوچرخه غذا رو تا 3 مایلی بیشتر نمیبرید. دوچرخه بهتر از ماشینه، اینم بگم بهتون، برای اینکه ماشین رو باید پارک بکنید فلان کنید، ماشین بیمه میخواد، جلوتون رو میگیرن، بدون مدرک باشید جلوتون رو میگیرن و استاپتون میکنن، پلیس 3 پوینت میده به لایسنستون. پس دوچرخه بهتر از ماشینه. یه کیف هم به شما میدن که مثلا شما بذارید غذا رو توش ببرید. برای اون آدمایی که رستوران ها ثبت نام میکنن برای اوبر، شما میاد از طرف اوبر غذا رو میبرید به مشتری، نصفش اوبر میخوره نصفش شما میخورید، 3 پوند به شما میده، نصفش که نه 3 پوند 3-4 پوند به شما میده برای هر دلیوری، پول رستوران هم میده. اینم راننده اوبر. پس یه بج برای خودتون میگیرید، یه ماشین اپلای، یه بج هم برای ماشین شروع میکنید برای کار کردن. خیلی هم حقوقش خوبه. خوبیش اینه که شما از ماشین نمیخواد بیاید بیرون، 100 تا 200 تا امتحان هم نداره، یه امتحان توپوگرافیکاله، یه امتحان هم نیست، تستیه، هلت اند سیفتیه، یه امتحان اوبر هم هست، ایردوه. 3 تا امتحان داره که اصلا یه دونه امتحانش بیشتر مهم نیست، اونم توپوگرافیکاله، یه دونه امتحان بیشتر نه. خانمها میتونن انجام بدن راننده اوبر، ولی یه مقدار حوصله میخواد برای رانندگی و اینا، نگهبانی و رانندگی اوبر و خانمها براشون سخت تره. به خانمها عکاسی و سل اسیستنت پیشنهاد میکنن. سل اسیستنت یا دستیار فروش، یعنی که شما مثلا تو فروشگاهی مثل زارا، H&M یا H&M به زبان آمریکایی که مال سوئد هستش، یا نمیدونم زارا که مال اسپانیاست، یا نمیدونم یونیکلو که مال ژاپنه، گپ که مال آمریکاست، اینجور فروشگاه لباس فروشی میتونید مثلا لباس ها رو تاب کنید و نمیدونم دستیار فروشنده. اگه میخوان شما برید داخل پشت کشیر پول بگیرید، مثلا اسکن کنید پول بگیرید، یا تو خال تسکو کار بکنید، اینام دستیار فروشنده. اینام کارهایی هستش که حقوقشون بین 8 تا 12 پوند. البته اینجا مینیمم ویج دیگه 8 پوند نیست. مینیمم ویج رو بهتون بگم داخل انگلستان، مینیمم ویج بحثی هستش که مینیمم ویج در انگلستان سال 2024 هستیم الان 11 پوند و 44 پنس در ساعت هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر سفید کار بکنید مجبورن قانونی 11 پوند و 44 پنس در ساعت به شما بدن. اگر 6 روز کار بکنید 2000 پوند میشه. میدونید هر نفری 2000 پوند مینیمم در ماه پول درآمد داره با مینیمم ویج. این کاری که به شما میگم بیشتر از اینا هست، یعنی 12 پوند 13 پوند سکیوریتی تا 20 پوند هم هست. اینا کارهای موقتیه، اینا کارهای عمری نیست. داخل تسکو کار کردن، داخل مکدونالد کار کردن، مگر اینکه راننده، حتی میگم راننده اوبر هم تمپوراریه با نگهبانی. اینا کارهایی هستش که حالا مثلا من اگر نگهبان بودم کمپانی خودم رو میزدم. میدونی چی میگم؟ یعنی نگهبان بودم، مثلا دور سوپروایزر بودم، یه کمپانی میزدم که خودم دور سوپروایزر رو استخدام میکردم و اینا. اگر راننده اوبر بودم دوباره خودم اپلای میکردم که راننده بلک کپ بشم. راننده بلک کپ شغل عمری هست، ولی راننده اوبر همیشه شغل عمری نیست. تا یه زمانی میتونید کار انجام بدید و خسته کننده میشه. عکاسی مثلا شغل خوبی هست، شغل عمری هست، میتونیم بهش بگیم شغلی هستش که میتونید همیشه در رابطه کار کنید. ولی دستیار فروشنده، سل اسیستنت، اینا کاری هست که وقتی شما دارید داخل دانشگاه درس میخونید میتونید تمپوراری کار بکنید. بعضی موقع میبینید که داخل دانشگاه دارید درس میخونید، اونا خودشون 20 ساعت به شما چی میدن؟ شغل پارت تایم میدن که شما بتونید کار بکنید برای دانشگاه. بعضی جاها هستش، مثلا من دانشگاه که میرفتم میگفت شما برنامه نویسی، شما میتونید دستیار استاد بشید. من میتونستم استاد دانشگاه بشم چون من برنامه نویسیم خوب بود، ولی استاد دانشگاه الان حقوقش حتی از برنامه نویسا کمتره. خود استاد دانشگاهمو میگفت، میگفت من به همه برنامه‌نویسی یاد میدم ولی اون شاگردایی دارم که از من حقوقشون بیشتره. شغل به چیز نیست، تایتل نیست. مثلا من برنامه‌نویسم، من مهندسم، دکترم، مثال میزنم،
ما یه میوه فروشی داشتیم داخل انگلستان به نام اسقر آقا. این اسقر آقا خیلی پول در می آورد. رفته بود داخل دندون پزشکی، دندون پزشکی میگفت چقدر در میاری؟ اون میگفت مثلا من روزی اینقدر پول در میارم دندون پزشکی. اون برگشت بهش گفت که او من از تو بیشتر پول در میارم. میدونی چی میگم؟ خب ولی دندون پزشک 5 6 ساعت بیشتر کار نمیکرد، اسقر آقا 12 13 ساعت کار میکرد. میدونید اون بقالی داشت، این دندون پزشک بود. تایتل برای خیلی ها اینجا دیگه تو انگلیس مهم نیست. یکی برمیگرده میگه باید درس بخونید تا هم لول من بشی، اینجور چیزا دیگه دموده شده. دختری که میاد به شما میگه باید هم سن من، هم لول من باشی، هم سطح من باشی، من میخوام مدرکت چیه؟ مدرک الان یه پاپاسی نمیارزه. یا یه مثال دیگه میزنم به شما، مثلا من یه حقوقی میگیرم که به بابام شیر کردم. بابای من به من گفتش که من پدرم هم شف پروفشناله دیگه، یعنی غذای تو رستوران ایرانی غذا درست میکنه. پدر من گفت من اگه بخوام فول تایم کار بکنم از تو حقوقم بیشتره. میدونید اینجوریه. پس اینجوریه که من برنامه نویسم حقوقم از شف بیشتره، من آشپزم حقوقم از برنامه نویس کمتره، یا من نجارم یا آهنگرم یا لوله‌کشم. لوله‌کشا که خدا تومن پول در میارن اینجا. یعنی این لوله‌کشا همیشه نونشون تو روغن بوده تا اونجا که من یادم میاد. هیچ موقع لوله‌کشی نبود من ندیدم که بگه که من پول ندارم. یا نجارا یه مبل پشت من درست میکنن، الان مبل چرت و پرته. نگاه کنید دو صندلی است، همینو میفروشن 400 پوند. یه مبل بشه 3 تا 4 تا میشه 1000 پوند. اینا کی درست میکنه؟ نجار درست میکنه. یه میدونید هر حرفه‌ای، یا من عموی خودم مثلا خیاطه، خیاط که تو ایران اصلا پول در نمیورد، اینجا اومد کیف دوزی کرد یا نمیدونم خیاطی کرد، اینا خدا تو من پول در میورد. هر حرفه‌ای که شما دارید، مو زدن، سلمونی، اینا کورس دانشگاه اینا نمیخواد. نجاری، پلامینگ، نمیدونم لوله کشی، خیاطی، اینا همش توش پول هست، به شرطی که شما بتونید خوب کار بکنید. حالا میخواید تمپوراری موقتی انجام بدید یا دائمی انجام بدید، میگه بستگی به خودتون داره. اینا چیزایی بودش که من به شما به عنوان کسی که مهاجرت کرده پیشنهاد میکنم. شغلای زیادی هست، حتما نباید شما به قول معروف حمالی کنید یا مثلا داخل رستوران کار کنید یا کیچن پورتری بکنید یا اینجور چیزا. اگه زیر مقدار زرنگ باشید شغلای زیاد، فرصتهای شغلی زیاد زیاده و اینجا رو با ایران مقایسه نکنید. امیدوارم از ویدیوتون خوشتون اومده باشه. شما رو تو ویدیو دیگه میبینم. سابسکرایب کنید. فعلا خداحافظ.